سلام خدمت تمام بیننده های ما. البته امروز دموکراسی تمثیل شد و مشابهت ها و تفاوت های زیاده نسبت به انتخابات قبلی ریاست جمهوری پارلمانی در انتخابات وجود داشت که چند تا شاهد اقل من کد کردم. بس فرقی که نسبت به انتخابات پارلمانی گذشته خلاف تصور وجود داشت، یک نظم کلی بود و مدیریت یا کارمندای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تانسته بودن تا حد زیاد نظم رعایت کنن یا نظم بخشن و مراکز و محلات رای دهی را و پروسه امنیت نیروهای امنیتی افغانستان تانسته بودن تا حد زیاد امنیت را تامین بکنن و یک روند سکون آور را برای اشتراک مردم در پروسه رای دهی خلق کنن. مشکلات هم بود، چالش های هم بود. حالا از نظر بس ماشین بایومتریک یک تفاوتی که میتونه صداقل بنابر الکترونیک بودن انتخابات افغانستان تا یک حد بتونه شفافیت را تضمین بکنه، این بار هم او مشکل وجود داشت و ماشین بایومتریک درست کار نمیکرد تا در سایت های در مراکز مختلف. لست رای دهنده ها همچنان مشکل داشت. بس میزان مشارکت فاجعه برانگیز بود تا بالا آنچه که بعد رسیدن انتخابات 2014 و انتخابات 2019 یک تفاوت شاکدهنده و فاجعه آمیز نسبت به میزان مشارکت مردم. حالا گفتم میشه که کمتر از 2 میلیون رای دهنده اشتراک کردن، هنوز ارقام خیلی دقیق نیست، اما اگر قرار باشه میزان شرکت کننده ها به یت باشه میتونه یک فاجعه را حداقل در تمثیل دموکراسی و برای کسی که بر مبنای رای یک میای رئیس جمهور میشه خلق کنه. به هر حال روند گذشت، چالش های بعدی هنوز هست، شمار شعرا، نتایج پذیرش نتیجه و موارد دیگه. همکارای تکنیکی ما با ما جناب آقای گلبدین حکمتیار، یکی از نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری را وصل ساختن. در مورد مشارکت و چگونگی انتخابات امروز از اونا میپرسیم. آقای حکمتیار خوش آمدین به بحث و پرسش نخست یست که استقبال گسترده مردم از حضور شما در یک روند دموکراتیک نماینگر همون نماد دموکراسی یا زیبایی دموکراسی در یک جامعه است. تصور بیرونی بود که آقای حکمتیار بالاخره از جنگ دست برداشت، آمد یک روند شامل شد و امروز باور داره به انتخابات و به نظام دموکراسی. اما اولین قدم خلاف قانون، برخلاف قاعده بازی شما عمل کردین، بدون بایومتریک، بدون استیکر رفتین، خودتان گفتین که رفتین رای دادین. حالا پرسشی است که چطور اجازه داد کارمندایی که میسون مستقل انتخابات افغانستان که شما بدون استیکر برین رای بدین در اونجا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر. ما به انتخابات باور داریم، نتایج انتخابات شفاف و عادلانه را میپذیریم. تاکید داشتیم و داریم که از انتخابات وسیله برای حل بحران بسازیم، ولی متاسفانه دیگران به این تمکین و اعتنا نکردن. در رابطه با استیکر هم ما ملاحظات و پیشنهادات خود را داشتیم. همه احزاب نامزدا مشترکن ایره به عنوان یک شرط گذاشتند که باید هیچ افغانی واجد شرایط از حق رای محروم نشود. درست نیست که به دلیل استیکر کسی از حق رای خود محروم شد. ما موضوع مامی بود، پیشنهاد مایی بود به طور یک جانبه و بدون اعتنا. آقای حکمتیار شما به عنوان یک فرد نمیتونین قاعده بازی تعیین کنین؟ گذاشتم. شما یک فرد هستین در یک روند. بله، من یک فرد نیستم، من از یک جمع نمایندگی میکنم، از یک تیم نمایندگی میکنم. اما یکی از نامزدها هستم. صدها هزار افغان نمایندگی میکنم. بله، و از همه کاندیدا، از همه کاندیدا منها یک فرد نمایندگی میکنه. این رای مشترک همه کاندیدا بود و کمیسیون انتخابات هم با ما پذیرفته بود. من اصلا به این باور ندارم که یک کسی به دلیل اینکه تذکری استیکر نخورده از حق رای محروم شد. من رفتم به محل رای و گفتم که خب ما با استفاده از تذکری که استیکر نخورده رای دادم. متوجه مامورین سایت و محل است که خب چرا به ما اجازه دادن. به هر صورت ما به افغانام گفتیم که برن به محل رای، محکم بیستن، حق خود را بخواهند. هیچ کسی صلاحیت نداره که
شما این کار به فشار و آقای اکبر شما این کار به فشار و تهدید بالای کارمندای کمیسیون مستقل انتخابات قبول کردین یا اونا خیلی با رضایت شما را راهنمایی کردن و بدون استیکر رای دادین در اونجا؟ هیچ نوع فشاری نبود، فقط اونا به رضایت خود بدون اینکه کوچکترین اعتراضی هم کرده باشن قبول کردن، رای دادیم. به هر صورت اونا فقط همینقدر میتونن غیر معتبر بشمارن، حق دارن. اگر اینا با استیکر تاکید دارن، با استیکر تقلبی، باور امیز که به خاطر محروم کردن تعداد زیاد از افغانا این شرط را وضع کردن، خوب اگر اونا همه قدر میتونن بکنن که رای ما را متبر بشن. حالا برمیگردیم آقای اکبر، به نقطه اول برمیگردیم. شما یک فرد هستین، یکی از نامزاده هستین و شما نمیتونین تفسیر ذهنی خود را به عنوان یک قاعده بازی بر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بقبولانین. حالا به هر ترتیب یک طریقه یا یک میکانیزم از جانب کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر مبنای متون قانون وجود داشت. چطور ممکن است برخلاف از شما عمل کنه؟ آقای فیاض به من اجازه بدین، ما رای خود را بر کمیسیون تحمیل نکردیم. این سفیر امریکا است که رای خود را بر کمیسیون تحمیل کرد. اجماع سیاسی همه کاندیدارا، توافق کمیسیون انتخابات، فرمان فوق‌العاده رئیس جمهور، همه را ویتو کرد و تغییر داد. همه را قرار بود چهار انتخابات همزمان برگزار شوند: انتخابات شورای ولسوالی، شورای ولایتی، انتخابات غزنی و انتخابات ریاست جمهوری. در سیستم منحط قبلی تغییر بیان، نظارت کامل ناظرین کاندیدا بر همه پروسی انتخابات از اول تا آخر تضمین شود و شرط استیکر منتفی شود. این رای اجماعی همه افغانا بود، ولی آقای سفیر امریکا آمد همه رای ویتو کرد و فرمان و دستور داد که فقط یک انتخابات باید برگزار شود. ما رای خود را بر کمیسیون تحمیل نکردیم. پس شما در یک چارچوب شکل گرفتی، سفیر آمریکا وارد بازی شدین، خواسته یا نخواسته شما ارج گذاشتین و تا آخر هم رفتین، بله؟ ما خواستیم از این فرصت استفاده خود را بکنیم. من از کمپین انتخاباتی خود کاملا راضی استم، به همه اهدافی که داشتیم نائل شدیم. بله، پرسش شما این است که وقتی شما میگین که تمام چارچوب را سفیر آمریکا ترسیم کرده، شما در یک چارچوب ترسیم شده سفارت آمریکا خواسته یا نخواسته ارج گذاری کردین و آمدین شامل شده؟ شب ببخشین، شما سوالا را کجی پیچ میسازین، به یک طرف و دیگه طرف میبرین. ما به حکومت آمدیم که امریکایا ساختن، حامی درجه یکش امریکاست. ما این نظام با همه کیفیتی که دارن، با همه ترکیبش، سیاست های غلطش، ناکامی هایش که عامل جنگ بوده، عامل ویرانی کشور بوده، با همه اینا ما با همی حکومت مصالحه کردیم، آمدیم، از فرصت استفاده کردیم، در انتخابات شرکت کردیم. خواستیم اگر ممکن باشه که با استفاده از فرصت برای حل بحران، خاتمه جنگ، آزادی افغانستان، استقلال افغانستان، تامین حاکمیت ملی ما، اگر بتانیم از این فرصت استفاده کنیم. آقای حکمتیار، من در ابتدا هم گفتم که بگذارین از این میگذاریم. آقای حکمتیار، من در ابتدا گفتم که حضور شما در این روند نقطه خیلی مثبت. اجازه بدین آقای فیاض که در این مورد صحبت نکنیم. بیشتر از این این قضیه ارزش خود نداره که ما وقت خود را به این ضایع کنیم. بریم به مسائل اساسی. اجازه بدید. در ابتدا گفتم که حضور شما در این روند یک نقطه مثبت هست. حالا به هر ترتیب انتخابات امروز گذشت، چقدر نتیجه این انتخابات با توجه بر راهکارهای اجرا شده امروز قابل پذیرش خواهد بود به قول شما با اون یک نامزد؟ انتخابات و نتایجش نه تنها در حال بحران افغانا را کمک نخواهد کرد، بلکه بحران را مزید تشدید خواهد کرد. هیچ طرفی هم نتایج انتخابات را نخواهد پذیرفت. و علاوه بر مشارکت در انتخابات به حد کمرنگ است که مشروعیت انتخابات کاملا زیر سوال میبرند. از 34 میلیون نفوس افغانستان
شاید 2 میلیون در انتخابات شرکت کرده باشه. مگر این انتخابات هم ارزش ایره داره؟ میتونه کدام مشکل حل کنه؟ رئیس جمهوری هم که در نتیجه انتخابات برگزیده میشه، میشه این رئیس جمهوری رئیس جمهور باشه، یعنی رئیس جمهور اکثریت مردم باشه. این انتخابات هیچ مشکل کشور ما را حل نخواهد کرد. حالا اگر قرار باشه که انتخابات مشکل کشور ما را حل نتونه، یک بخش پرسش چرا امروز رفتین در پروسه رای گیری خود شما شرکت کردین؟ و بحث دوم، اگر قرار باشه که شما برنده، اگر قرار باشه شما برنده بازی شوین، با توجه به عدم مشارکت گسترده مردم، شما هم باز هم این روند غیر مشروع میدانین و قبول ندارین نتیجه شه یا نه؟ آقای فیاض، ما باور دارم که اگر تقلب صورت نگیره، مخصوصا در همین مرحله و در نتایج آرا، در نتایج شمارش آرا، تقلب و دستبرد صورت نگیره، ما رقبای خود را در انتخابات شکست دادیم، اکثریت رای را ما به دست آوردیم. با وجود همه اینا، اینم باید براتون بگویم که دیگران میفهمیدند که در این انتخابات رای ندارند. با ما دو تیم پیشنهاد کرده که از 35 تا 45 درصد دولت آینده را به شما میسپاریم، به شمول ریاست شورای عالی دولت. دو تیم به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری، به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری ریاست شورا را هم، و حتی موضوعی ریاست اجرایی و صدارت هم مطرح بودن. دو تیمی مطرح برای ما پیشنهاد کرد، پیشنهاد شفاهی هم نه، پیشنهاد تحریری، ولی ما این را نپذیرفتیم. دو تیم مطرح کیست آقای حکمتیار؟ دو تیم مطرح کی؟ گفتیم به دو دلیل نپذیرفتیم. اجازه بدین، به دو دلیل نپذیرفتیم. یک، نمیتوانستیم برای اینا اعتماد کنیم. دو ما نخواستیم که به حیثیت حزب صدمه بزنن. اینا اعتبار خدا در بین مردم از دست دادن، ناکام و ناموفق بودن، امتحان بد دادن. نخواستیم در نتیجه ساختن یک ائتلاف و دولت مشترک به حیثیت حزب صدمه بزنیم. و علاوه بر این ما به اونا گفتیم که میشه، خوب اگر شما اصرار دارین، رفتیم به دور دوم، میشه ریاست جمهوری را هم به یکی از شما بسپاریم، مشروط به ای که رئیس جمهور مثل رئیس جمهور هند باش یا مثل رئیس جمهور پاکستان، صلاحیت اجرایی همه در دست صدر اعظم باش. گفتیم یه هم میشه روش بس شوه، ولی نه فعلا. ببین، بریم به سوی انتخابات. بعد از اگر دیدیم انتخابات به دور دوم رفت، در اونجا باز میشینیم سرش بس میکنیم، تصمیم مناسب میگیریم. بیشتر یک نقطه خوب رسیدن آقای حکمتیار. اتفاقا پرسش شما همی بود، دو تیم مطرح منظور شما از آقای غنی و آقای عبدالله است یا نه؟ و اگر انتخابات به دور دو بره و فرضاً شما در دو رده نخست قرار نگیرین، تصمیم دارین به نفع یکی برین یا کاملا پروسه رو تحریم خواهد کردین؟ دو تیم مطرح معلوم است و یکی اگر انتخابات به دور دوم رفت، ما چی تصمیم میگیریم؟ بگذارین انتخابات به دور دوم بره، ما با توجه به ظروف و شرایط و با اینکه کدام طرف آماده است به شرایط معقول تن بده، شرایط معقول که حلال مشکلات کشور ما باشه و منتج به یک حکومت نیرومند مرکزی شوند، نزاع و کشمکش بر سر رسیدن به قدرت به پایان برسند، ما به صلح دائمی نائل شیم. در با توجه به همه این مسائل ما تصمیم خود را در عمر خواهیم گرفت. شرایط معقول چی است از نظر شما آقای حکمتیار؟ یکی جزایر مستقل قدرت نباشه، یکی دولت بر همه کشور خود سلطه داشته باشه و از حمایت اکثریت مردم برخوردار باشه، و حکومت یک حکومت ائتلافی که در اونجا اقتدار بر مبانی غیر اصولی تقسیم نشوند، منتج به یک حکومت قادر به اداره کشور و مهار جنگ، تامین امنیت، تامین عدالت
اگر منتج به این و یک حکومت شوه میشه با اونا به یک توافق برسه. آیا فکر میکنین که در وجود آقای غنی و آقای عبدالله ظرفیت انعطاف پذیری شرایط معقول به قبل شما هست یا نه؟ خیلی دشوار است که از حال ما بگویم که میشه بر اینا اعتماد کرد و یا در اینا که ظرفیت وجود داره که به یک رای حل اصولی تن بده. متاسفانه در این مدت طولانی اینا ثابت کردن که به یک رای حل اصولی تن نمیتن. ما مکررن تاکید کردیم، آقای اشرف غنی گفتیم، به بقیه احزاب و جهت ها گفتیم که بیاین یک رای حل اصولی را انتخاب کنیم، رقابت سالم و سازنده را، تجارب خونین و گذشته را تکرار نکنیم، بر نسل آینده یک افغانستان فارغ از جنگ را به میراث بگذاریم، بعد از این در رسیدن به قدرت یک قطره خون افغان هم به زمین نریزن، برای مردم اعتماد کنیم، بر هر کی اکثریت ملت اعتماد کرد، رای داد، موقع بتیم، حکومت خود بسازم. ما حکومت های ائتلافی ناکام مثل گذشته را نداشته باشیم، بریم به سوی چند حزب نیرومند ممثل ملت و مشتمل بر همه اقشار ملت، یک احزاب ملت شمول، نه احزاب قومگرای کوچک که در نتیجه معامله گراهای داخلی با قدرت میرسند یا با اتکا به نیروهای اجنبی با قدرت میرسند. این مسائل باید حل کنیم، ولی متاسفانه گوش نوای کمتر داشتن و به این ترتیب دیدیم که انتخابات را برگزار کردن بدون موافقه با همه کاندیدا، بدون مشوره با همه احزاب سیاسی مطرح، به طور یک جانبه و خودسرانه و دیکتاتور مآبانه تصمیم گرفتن در مورد انتخاب. نه قادر به تامین امنیت بودن، در تامین امنیت انتخابات هم سخت ناکام بودن و به دلیل امتحان بدی که به مردم دادن امروز مردم اعتماد نمی کنند. دیدین که مشارکت تا چه پیمانه کمرنگ است، کمتر از 2 میلیون افغان در انتخابات شرکت کردند. آقای حکمتیار، هرچند قضاوت در مورد چگونگی برگزاری انتخابات و پذیرش نتیجه بر ما واقعا دشوار است، سخت است و ما بیشتر بر مبنای مؤلفه های ارائه شده از جانب نهادهای مستقل و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان صحبت خواهد کردیم، اما آنچه برمیگرده به قضاوت شما، قبلا هشدارهای نسبت به چگونگی برگزاری انتخابات و در صورت تکرار جعل و تقلب یک هشدار نسبت به بازگشتتان از وضعیت موجود با وضعیت قبلی گفته بودین. فکر میکنین چی میشه؟ پیش بینی چی است؟ چقدر روند میتونه از طریق کمیسیون شکایت انتخاباتی مدیریت شوه و اگر نشه چی خواهد شد؟ کمیسیون انتخابات ناموفق است، قادر به مهار وضعیت نیست و استقلال لازم را هم نداره. نیروهای خارجی هم مداخله میکنه و عرض کردم که توافق بری صورت گرفته بود که وسایل بایومتریک معیاری باشه و آنلاین نتایج را انعکاس بده. سرور مرکزی هم در اختیار همه کاندیدا باشه. لحظه به لحظه نتایج هر محل را باید اونا ببینن. در پایان روز انتخابات باید نتایج برای همه کاندیدا هویدا باشه. ولی خلاف تعهداتی که کرده بودن، خلاف تعهداتی که کمیسیون انتخابات با کاندیدا داشت و کمپانی در ملوک با کمیسیون انتخابات و کاندیدا داشت، خلاف از این عمل کردن. حال نتایج از محل میره به یک آدرس مجهول، به یک مرکز و محل دیگری، در اونجا تصرف صورت میگیره، دستبرد صورت میگیره، بعد این نتایج را انتقال میتن به سرور مرکزی. تا به همین لحظه ما به سرور مرکزی دسترسی نداریم، در حالی که توافق بری بود که در پایان روز انتخابات ساعت 5 ما باید بتانیم ببینیم که از هر محلی نتایج چه نتایجی به سرور مرکزی انتقال یافته که در روشنایی از ببینیم در مجموع کشور. آقای حکمتیار، در دو ماه گذشته لااقل در صحبت‌های شرکت کردن ورای هر کاندید چقدر است؟ در دو ماه گذشته لااقل در صحبت‌های مکرر با کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نگرانی ما دقیقا همین نقطه بود و با اونا بارها مطرح کردیم و شرایط به وجود آمده هم به اساس گفته های نهادهای مشاهد برخی از جریان های سیاسی شریک در انتخابات افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان توافق روی مسئله بود که بحث بایومتریک بحث آنلاین نیست، آفلاین خواهد بود و همین شرایطی که امروز برگزار شد. حالا آنچه که شما میگین، برداشت ما از صحبت های تانی است که صرف نظر است
اجرات کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان این انتخابات بر شما قابل قبول نیست. چی میکنین؟ آیا صحبت‌های قبلیتان میرین دوباره برمیگردین به وضعیت اول یا ادامه میتین با میرزا؟ ما از کمپین انتخاباتی خود کاملا راضی استیم، کاملا به همه اهداف خود نائل شدیم. نتایجش هم خیلی دلخواه، حتی بالاتر از انتظار ما. اگر تقلب صورت نگیرد، تقلب هم بعد از این مرحله، یعنی شمارش آرام، اگر بعد از این تقلب صورت نگیره، باور داریم که ما دست بالا را در انتخابات خواهیم داشت. ولی اگر اینا بخواهیم نتایج دروغین را، کاذبانه را بیرون بکشن، نه برای ما قابل قبول خواهد بود و نه برای هیچ کاندید دیگری. چی میکنیم؟ متاسفانه که در رابطه هم حرفای ما را غلط تعبیر کردن. ما همیشه مظلوم بودیم. همواره حرفای ما غلط تعبیر و تحریف شدن. ما گفتیم که بگذارین انتخابات ما را در حال بحران کمک کنند. تقلب نکنین. برای مردم تمکین و احترام داشته باشین. مردم مادار نکنین که راهای غیر مسالمت‌آمیز را انتخاب کنن و از انتخابات بیزار شوند. اعتمادشان بر انتخابات برای همیشه از بین برن. یه اشتباه را مرتکب نشوید. آقای حکمتیار، این صحبت‌ها یکم در تناقض با صحبت‌های قبلی شما است. شما پیشتر گفتین دو حزب، دو تیم مطرح مرخص با ما صحبت کرد و حتی بحث ریاست اجرایی و برخی موضوعات دیگر را مطرح کرد و شما گفتین که اگر انتخابات به دور دو بره، ما فکر میکنم میسنجم. حالا مجموعه صحبت‌ها با مفهوم از این است که یک دو تیم بالاتر از شما وجود داره که اونا تعیین کننده هستند شما. کی گفته؟ حرفای ما که به این معنا نیست. ای دو تیم آمدن قبل از انتخابات دو تیم مطرح گفتید. دیدن احساس کردن که دو تیم مطرح آمدن وزن خود دیدن احساس کردن که بدون حمایت حزب همکاری حزب به هیچ هدف خود نائل نمیشن، ناکام میشن، به این خاطر پیشنهادات داشتن. معنیش این نیست که گویا اونا دست بالا ما گمان میکردیم که اینا در انتخابات بیش از ما رای خواهد آورد. هرگز به این معنا نیست. گفتیم اینا پیشنهاد داشتن، ما نپذیرفتیم و این نشان میده که اونا احساس ضعف و ناتوانی میکردن و به نفوذ حزب باور داشتن، مخصوصا با توجه به اجتماعات بزرگی که ما داشتیم. ما باز هم عرض میکنم که من از کمپین انتخاباتی خود کاملا راضی استم. به همه اهداف خود نائل شدیم. ما از 127 جلسه ای که همه کاندیدا داشت در حدود 50 اجتماع مربوط به حزب بود، با ابهت‌تر، پرشکوه‌تر، منظم‌تر از همه گروه ها. و به این خاطر من میگم که من از نتایج انتخابات راضی استم. اما ای که آیا رای شمارش آرای دروغین و کاذبانه را هم میپذیریم یا نه؟ ما عکس العمل نشان میدیم، ولی عکس العمل هم انفرادی و بتنهایی نخواهد بود. با مشوره با سایر کاندیدا جمعا مینشینیم و میبینیم که چطور میتونیم این بحران و این مشکل حل کنیم. تصمیم مشترک و موضع مشترک خواهیم گرفت. آقای حکمتیار، بس جمع میکنیم. حالا یک وضعیت مجهول هست، یک وضعیت مبهم است. کارهایی که میسون شکایت انتخاباتی افغانستان شروع نشده، میزان مشارکت تا به حال آنچه که به ما رسیده و شما هم گفتین بسیار پایین است. در نهایتش وضعیت قابل پیش بینی برای آینده سیاست در افغانستان چی است؟ فکر میکنین که انتخابات میره به بحران، این انتخابات از دلش یک حکومت بیرون میشه و اگر فرضاً مشکلات خلق شود در پذیرش نتیجه افغانستان چی قابل پیش بینی است؟ حدس میزنم که این باعث تشدید بحران خواهد شد. هیچ طرفی هم نتایج را نخواهد پذیرفت و شاید به دور دوم انتخابات هم نره. ممکن است منتج به این شود که یک حکومت موقت ساخته شود و رای صلح را انتخاب کنیم. تحت اشراف یک حکومت موقت انتخابات بعدی برگزار شود. در اون صورت شاید بهتر باشد که هیچ کاندیدی نتانه از موضع قوی و نیرومند دولت و با استفاده از امکانات دولتی برای کمپین انتخاباتی خود استفاده کنم.
حکومت موقت ساخته شود و در تحت اشراف و نظارت حکومت موقت که کاندید در انتخابات نباشد. شفافیت انتخابات تضمین شود. کسی از امکانات و صلاحیت های دولت برای کمپین انتخاباتی خود استفاده نکنه. در این صورت ما شاید انتخابات شفافتر از امروز را داشته باشیم و به صلح اولویت داده شود. و اگر صلح صورت گرفت، ما باور دارم اگر صلح صورت گرفت، اهالی مناطق ناامن هم در انتخابات شرکت کرد، بی جا شده ها هم در انتخابات شرکت کرد، 6 میلیون مهاجر هم توانست در انتخابات شرکت کنه که باید شرکت کنه. من یقین 100% دارم که ما در دور اول انتخابات برنده خواهیم بود. بسیار زیاد تشکر جناب حکمتیار از اینکه حضور یافتین.